شاهزاده رضا پهلوی. درود هم میهنان عزیزم، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما هم میهنان به ویژه در ماه‌های گذشته با وجود نابودی شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در نبرد 8 ساله از خود نشان داد. این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است. امروز با شما به عنوان یک ایرانی که بیش از 4 دهه است زندگی خود را بدون هر گونه انگیزه شخصی وقف آزادی میهنش کرده و آرزویی جز رفاه و سربلندی ایران و ایرانی ندارد سخن میگویم. این احساس وظیفه در پاسخ به ابراز لطف و اعتماد بی‌شائبه است که شما هموطنان در این سالها نسبت به من و خانواده‌ام ابراز داشته اید. هم میهنانم، شعارهای هوشمندانه شما در اعتراضات دلاورانه برای نجات میهن نشان می‌دهد که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم راه حل را می‌دانید. شما به این آگاهی و خرد جمعی رسیده اید که بیکفایتی و فساد و ناکارآمدی جمهوری فاسد اسلامی فقط جان مردم یک شهر یا استان، یک قوم یا باور خاص را نمیگیرد، بلکه همه ایرانیان را داغدار میکند. مهمات جمهوری فاسد اسلامی همه ایرانیان را نشانه میگیرد، فارغ از اینکه به چه زبانی حرف میزنند و چه دین و مذهب و باوری دارند یا ندارند. این را نه فقط در اعتراضات خیابانی که در فاجعه از بین بردن جان 176 انسان بیگناه و در فجایعی چون پلاسکو و متروپول دیدیم و میبینیم و متاسفانه هرچه این رژیم فاسد بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر خواهیم دید. بگذارید با اطمینان بگویم که من امروز نسبت به فردای پس از رفتن جمهوری ننگین اسلامی نگران نیستم، چرا که میبینم با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که این رژیم علیه جوانان و مردم ایران اعمال کرده، در همان داخل ایران به اندازه کافی نیروهای میهن‌پرست متخصص، مدیر و نخبه وجود دارد که بتوانند ایران را به بهترین شکل اداره کنند. پاینده ایران، جاوید شاه.